ناصر مقدم، متولد سال 1297، سپهبد نیروی زمینی شاهنشاهی، معاون نخست وزیر و آخرین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور. او در سال 1350 رئیس اداره دوم ستاد مشترک ارتش شد که مسئولیت امور اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی را بر عهده داشت و تا درجه سپهبدی پیش رفت. سپهبد ناصر مقدم در اواسط خرداد ماه 1357 به جای نعمت الله نصیری به ریاست ساواک منصوب شد. به گفته هوشنگ نهابندی از چهره‌های سیاسی دوران پهلوی، مقدم پس از انتصاب شریف امامی به نخست وزیری تغییر مسیر داده و به سمت انقلابیون متمایل شد و در جریان انقلاب با افرادی چون بازرگان و آیت الله طالقانی جلساتی برگزار می‌کرد و حتی در سفر حسین علی منتظری به پاریس پیامی برای آیت الله خمینی فرستاد. اما در نهایت پس از انقلاب سال 57 دستگیر و در فروردین 58 به همراه تعدادی از مسئولان حکومت پهلوی اعدام گردید.